تو این ویدیو در مورد همه احتمالات درباره آینده یحیی گل‌محمدی قرار صحبت کنم، در مورد رقیب جدید برای نکونام در راه رسیدن به نیمکت استقلال قرار بحث بشه، اخبار نقل و انتقالات، کلی خبر کوتاه. با من همراه باشید. با لایک شما که میدونم لایک هم نمی‌کنید، بریم به استقبال ادامه ویدیو. همین چند ساعت پیش بود که آرش افشین از فوتبال خدافظی کرد. افشین ابتدای دوران حرفه‌ایش درخشش خیلی خوبی داشت و انتظار می‌رفت تبدیل یه ستاره بزرگ بشه، اما این اتفاق در مورد اون رخ نداد. زمان حضور افشین و قطبی در تیم ملی اگه خاطرتون باشه، آرش یه برهه‌ای به تیم ملی دعوت شد، اما اون یه گل ملی هم در جام ملت‌های آسیا به امارات زد، ولی اونطوری که باید و شاید یه برهه‌ای رفت به سپاهان، یه برهه‌ای رفت به استقلال، نتونست اون فروغ لازم رو داشته باشه. تحضیر کره الی منطقه الجزاء خطيره عرضيه داخل منطقه هي گل. در حالی که خبرهایی در مورد پیشنهاد یه باشگاه عربستانی به جوزه مورایس منتشر شده بود، سپاهان اعلام کرد دو فصل دیگه از قرارداد این مربی باقی مونده و اون به کار در اصفهان ادامه میده. هوشنگ نصیرزاده مدیر عامل تراکتور میگه یه بازیکن ایرانی که به زعم اون درجه یک هم نیست، بابت دو فصل بازی در تراکتور خواهون 100 میلیارد تومان دستمزد شده. تازه غیر از رقم لازم برای فسخ قراردادش، واقعا چه خبره تو این بازار؟ تازه اومدن سقف بودجه 350 میلیاردی هم لحاظ کردن. حتما به همین خیال باشی. استقلال در طول تاریخش هرگز دو سرمربی پی در پی خارجی نداشته. اگه جانشین ریکاردو ساپینتو خارجی باشه که هست، این اتفاق برای اولین بار رو خواهد داد. این روزا فضا علیه حسین حسینی خیلی سنگینه. همه حق انتقاد آزادانه دارن، اما چیزی که نباید فراموش بشه مروت و جوانمردیه. از بی‌معناترین اتهامات تاریخ فوتبال ایران یکی هم اینه که حسینی بعد از گل مرادمن در دربی اخیر ناراحت شده و سرشو گرفته. منطقاً چرا باید گلر استقلال از گل زدن تیم شاکی باشه؟ حسینی فراز و فرود داره، اما در همین جام حذفی حداقل دو سیو استثنایی برابر پارس جنوبی جم داشت که مانع از حذف استقلال شد. کاش یکم منصف باشیم. در روزی که هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از یحیی گل‌محمدی حمایت کرد، سرمربی سرخپوشان راهی سفر خارج از کشور شد که مشخصا استانبول ترکیه هم هست. تنور شایعات خیلی داغه و اگرچه در بیانیه باشگاه برای شایعه سازان ابراز تأسف شده، اما در حقیقت اولین نفری که دم از جدایی زد خود یحیی بود. سرنوشت این داستان تا چند روز آینده مشخص خواهد شد. در مورد نقل و انتقالات هم صحبت کنیم که قطری‌ها به دنبال دو بازیکن از سپاهان از دوئل قطر با ارسال پیشنهاد رسمی به دنبال جذب محمد قربانیه. یاسین سلمانی هم به تازگی پیشنهادی از لیگ ستارگان قطر دریافت کرده که تصمیم نگرفته چه پاسخی به اونا بده. چیزی که مشخص اینه که قطعاً شرعاً عرفاً یاسین سلمانی جدا خواهد شد از زردپوشای اصفهانی. عملاً تیم فوتبال سپاهان میتونه زهردارتر باشه. یه حرکت علی نجات، سرعت بازی بالا، 30 دقیقه پاس عالی میتونه به گل برسونه سپاهان رو. این کار هم انجام میشه و یاسین سلمانی دروازه استقلال رو باز میکنه. گزینه‌های جذاب در حوالی نیمکت فولاد: یک گزینه اسپانیایی گابریل کالدرون و قربان بردیف، چرای سرشناس کاندیدای حضور روی نیمکت تیم فولاد خوزستان هستن رو اعلام کرده. راه دیاباته از پرسپولیس جدا شد. دیاباته مصاحبه کرد و گفت که داستان من و پرسپولیس تموم شد، قراردادم به پایان رسید، فکر می‌کنم پایان داستان من و پرسپولیس خیلی قشنگ بود و بلا 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 بلا. دو دفاع چپ در سبد خرید خمس: پاکو خمس در فهرست خرید خودش نام جعفر سلمانی رو قرار داده و از دیروز باشگاه خواسته تا مدافع چپ استقلالو برای حضور در تبریز راضی کند. خمس در کنار جعفر سلمانی نام جلال مدایی مدافع چپ جوون زباهنو هم در لیست خرید خودش جای داده. تصمیم پورتو برای فروش تارمی: زاچ لوی خبرنگار آمریکایی با انتشار ترکیب احتمالی فصل آینده پورتو، مهدی تارمی و دیگو کاستا رو در لیست فروش اجدهاها گذاشت. مدیر عامل استقلال گفته که امشب با دو مربی خارجی مذاکره میکنیم. هوچر کریمی گفته که بعد از مشخص شدن وضعیت همکاری با ساپینتو سراغ گزینه‌های دیگر رفتیم و امشب با دو گزینه خارجی وارد مذاکره میشیم. اینو خبرگزاری تسنیم گفته. باز نگین من خودم در میارم.
ریکاردو ساپینتو هم که با آپوئل نیکوزیای قبرس تموم بست و حمایت هیئت مدیره پرسپولیس از یحیی گل محمدی. بریم یکم دیگه در مورد یحیی صحبت کنیم و میدونید که اون خواهان گرفتن ستاره ها شده واسه بستن تیم پرسپولیس در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا. خب میدونید یحیی گل محمدی بعد از پایان لیگ عازم سفری تفریحی شد تا بتونه ریکاوری مناسب داشته باشه و بعد از یک فصل پرفشار که با 3 قهرمانی به پایان رسید بتونه با ذهنی آرومتر نسبت به آیندهش تصمیم بگیره. گل محمدی قراره در بازگشت از ترکیه پای میز مذاکره با مدیرای باشگاه پرسپولیس بشینه و درباره یک فصل دیگه که نفسم هم بند اومد که با پرسپولیس باقی مونده صحبت کنه. گل محمدی بعد از موفقیت در لیگ برتر جام حذفی و سوپر جام، حالا هدف بعدی خودش درخشیدن در لیگ قهرمانان آسیا قرار داده. مطمئناً تحقق این هدف نیازمند بودجه کافی و جذب بازیکن‌های ناماشنا در بازار تابستونه پیش روه. به نظر میرسه که مهمترین شرط یحیی برای مونده در پرسپولیس تامین بودجه کافی و بستن تیم قدرتمند برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا است که در صورت تامین خواسته ها احتمالاً همکاری گل محمدی با سرخپوشای پایتخت ادامه داره و اگه شروط یحیی اجرایی نشن احتمال جدایی این سرمربی دور از ذهن نیست. یحیی تا کجا رفته تو زمین ببینید؟ به سینه داور میزنه. رفتار خوبی نیست. امیدواریم خیشتنداری بکنن و کنترل بکنن خودشون رو. اما در مورد محمد ربیعی صحبت کرده بودیم و ازم خواسته بودین که یه ویدیو در موردش بگم. خب کارنامه محمد ربیعی کاملا درخشانه، کسی که موفق شد مثل رفسنجان و به اون جایگاهی که مردم رفسنجان واقعا لیاقتشو دارن برسونه و عملکردش خوب بود. آخر من یه بار دیگه هم گفته بودم وقتی از طرف فوتبال 360 رفتم بازی مثل رفسنجان پیکانو ببینم با محمد ربیعی که شخصا صحبت کردم گفت که از یه تیم صنعتی من پیشنهاد دارم. حالا اینکه بپیونده به یکی از تیمای صنعتی، اینکه اصلا به توافق برسه با سران باشگاه مثل رفسنجان جای بحث داره. چند روز آینده مشخص میشه و مدیرای استقلال هم قصد دارن تا گزینه دیگه ای که همین محمد ربیعی باشه رو کنن، سرمربی جوان اما موفق مثل رفسنجان. در مورد ربیعی بگم که در 3 سال اخیر در قامت سرمربی تیم مثل رفسنجان فعالیت خودش رو دنبال میکرد که بررسی نتایج مسیان نشون میده که اونا تونستن با هدایت محمد ربیعی روند صعودی رو در پیش بگیرن، به طوری که در اولین فصل حضور مثل رفسنجان اونا در رتبه 8 قرار گرفتن، فصل بعدی اومدن 6، اما شرایط تو لیگ 22 متفاوت پیش رفت و مسی تونستن در موقعیت 5 کار خودشونو به پایان ببرن که واقعا محمد ربیعی هم به لحاظ شخصیتی هم به لحاظ آداب و معاشرت با رسانه‌ها که پاسخگو محترم و محترمانه پاسخ خبرنگارو میده کاملا انسان شریفیه. من واقعا به کی پناه ببرم، به کی بگم، چی کار باید بکنم؟ یه راه حلی به ما یاد بدید، به این باشگاه یاد بدید که بگه این همه اشتباهات مهرز داوری چرا فقط برای این دیگه. حالا بین جواد نکونام، محمد ربیعی و گزینه خارجی، شما نظرتون کدوم یکی از این مربیاست که بشود سرمربی استقلال؟ این زیر واسم بنویسید. اگرم از محتوای ویدیو راضی بودین که فقط میگم دکمه لایک رو بزنید، اگرم سابسکرایب نکردین که سابسکرایب کنید. همین، دمتون گرم، فعلا.